با سلام و درود، هواپیما ربایی در روسیه، فرد هواپیما ربا به افغانستان برو. چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با افس تیوی همراه باشید. منابع روسی گزارش کردند که یکی از مسافران پرواز سورگوت مسکو خواستار تغییر مسیر این پرواز به سمت افغانستان شده است. برخی منابع گفتند که مسافر این پرواز درخواست تغییر مسیر رو مطرح کرده و او مسلح بوده. یک منبع کنترل ترافیک هوایی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته یکی از مسافران در پرواز آیرفلوت از شهر سورگوت سیبری به سمت مسکو درخواست کرده تا این هواپیما مسیر خودش رو به سمت افغانستان تغییر بده. شبکه راشا تودی هم گزارش کرده پس از انتشار اخباری درباره درخواست مسافر این هواپیما برای تغییر مسیر به سمت افغانستان، این هواپیمای مسافربری مسیر خودش رو به سمت فرودگاه مبدأ تغییر داده و برگشته. خبرگزاری های دیگری هم گزارش کردند که این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در منطقه خانتی‌مانسیسک شده. من که شخصا امیدوارم که در وهله اول ابتدا مسافران این هواپیما صحیح و سلامت باشن و دوم این که خدای نکرده این هواپیما رو با افغان یا افغانستانی نباشه. در ادامه این خبر هم قصد دارم چند تا از مشهورترین هواپیما ربایی های جهان رو بهتون معرفی کنم. پرواز شماره 181 شرکت لوفت‌هانزا. این هواپیما ربایی بر فراز سواحل دریای مدیترانه بر روی فرانسه اتفاق افتاد. این هواپیما توسط 4 تروریست که میان 5 خدمه یعنی خلبانا و مهماندارا و 86 مسافر بودند دزدیده شد. رهبر این گروه کاپیتان محمود بود. او به عنوان یک خلافکار بین‌المللی مشهور به زهیر یوسف آکاچی شناخته می‌شد. کاپیتان محمود با این کارش قصد داشت 11 تا از دوستای خلافکارش رو که در زندان بودن آغاز کنه، اما سرانجام دولت آلمان با بکارگیری نیروهای GSG-9 موفق شدن عملیات نجات رو آغاز کنن و همه مسافران رو نجات بدن. این عملیات یکی از موفق‌ترین عملیات نجات گروگان ها در تاریخ نیز بدل شده. پرواز شماره 117 سنگاپور. در 26 مارس سال 1991 پرواز 117 سنگاپور از فرودگاه بین المللی سوبانگ در کوالالامپور بلند شد. در طول مسیر 4 هواپیما ربا ظاهر شدند و کنترل هواپیما را به دست گرفتند. رهبر این گروه خلافکار به خلبان قول داده بود که اگر تمام کارهایی که میگن رو اجرا کنه، تمام مسافران رو صحیح و سلامت آزاد خواهند کرد. درخواست این گروه خلافکار این بود که چند تا از زندانیانشون رو از پاکستان آزاد کنن. یکی از این زندانیان فکر میکنم شوهر خانم بی‌نظیر بوتو بود. وی خواستار آن بود تا هواپیما سوختگیری کنه و به سیدنی برگرده، اما در این زمان کماندوهای SAF دستور گرفتن تا به هواپیما حمله کنن، تا اینکه ساعت 6 صبح کماندوها با نارنجک درهای هواپیما رو باز کردن. در طی عملیاتی 30 دقیقه‌ای هر 4 هواپیما ربا رو کشتن و مسافران رو بدون صدمه نجات دادن. همراهان گرامی، حتما نظرات خودتون رو درباره این ویدیو و این خبر برای من توی کامنت ها بنویسید. آیا به نظر شما هواپیما ربا روانی بوده یا یک افغان؟